سلام وقتتون بخیر من محمد براتی هستم زنبوردار و عضوی از مجموعه آهوتا تو این ویدیو و این مقاله میخوایم درباره معرفی ملکه زنبور اصل و ویژگی های اون کمی با هم صحبت کنیم ملکه زنبور اصل رو چقدر میشناسید؟ آیا حرفایی که درباره طول عمر، تغذیه و حاکمیت زنبور ملکه در بین عموم گفته میشه حقیقت داره؟ برخی افراد میگن که ملکه زنبور اصل مهمترین عضو کندوه واقعیت اینه که درست مثل شرکت های تجاری محل کار ما در کندو هم هیچ کس از جمله ملکه غیر قابل تعویز نیست اما سوال اول چند ملکه زنبور اصل در هر کندو وجود داره؟ به استثنای دوره های کوتاه در زمان آمادگی یا به تعویق انداختن حرکت گلدگی اعضای کلونی یا عمل جایگزینی یک ملکه ضعیف در هر کلونی تنها یک ملکه زنبور اصل وجود داره زمانی که یه ملکه جدید به دنیا میاد محل زنبورهای ملکه جدید دیگر رو تعیین میکنه و اونها رو به نوبت از کندو بیرون میکنه در صورتی که به هر طریقی دو ملکه جدید در یک کندو به طور همزمان ظاهر بشن تا زمان مرگ یکی از اونها با همدیگه مبارزه میکنن اما ظاهر زنبور ملکه چطوره؟ تشخیص یه ملکه از سایر اعضای کلونی کار ساده ایه چون بدن اون در حالت طبیعی بسیار بزرگتر از زنبورهای کارگر و زنبورهای نر درون کندوه به خصوص در طی دوره تخمگذاری زمانی که شکم اون بسیار بزرگ میشه سینه و سر ملکه تقریبا همانند زنبورهای دیگه اما سینه آه... کمی بزرگتر از زنبورهای کارگر و سر کمی کوچیکتره. بالهای اون تنها دو سوم شکم رو میپوشونه در حالی که بالهای زنبورهای نر و کارگر زمانی که جمع شده باشن تقریبا به نوک شکم اونها میرسن زنبور ملکه داره یه سبد گرده گل نیست و قده موم اون هم کار نمیکنه. این زنبور داره یه نیش منحنی شکل و درازتر از نیش زنبور کارگره اما دندانه های کمتر و کوتاهتری داره از اونجایی که زنبور ملکه کندو رو ترک نمیکنه مگه در مواقع پرواز با هدف جفتگیری بنابراین مردم رو نیش نمیزنه این زنبور معمولا از نیش خودش برای محافظت از کلونی در برابر دشمنان استفاده میکنه اما مرحله رشد ملکه زنبورها چطوره زمانی که زنبورها یک ملکه جدید پرورش میدن ابتدا یک سلول ویژه فنجانی شکل رو آماده میکنن که دهانه اون به سمت پایینه اونها ملکه قبلی رو وادار میکنن تا درون این سلول ها تخم گذاری کنه و زنبورهای پرستار اطمینان حاصل میکنن که مقدار زیادی ژله رویال حتی به مقدار اضافی وجود داشته باشه ژله رویال تا زمان پوشوندن سلول ها برای تغذیه لارو ملکه به کار برده میشه این سلول ها شبیه به بلودهای های بزرگ و کشیده شده هستند زنبور های ملکه تنها تا پنج و نیم روز تقریبا به صورت لارو باقی میمونند یه زنبور ملکه در صورت که به اندازه کافی قوی و مورد قبول زنبورهای کارگر باشه به محض بیرون اومدن ملکه های جدید جدید دیگه برای شکست دادن اونها مبارزه میکنه و همه رو از بین میبره سپس به مدت حدودا یک هفته درون کندو میمونه تا بالهاش تقویت بشن و سپس برای جفتگیری با زنبورهای نر در حالت پرواز از کندو خارج میشه در زمان فعالیت تخمگذاری در بهار و تابستان وزن ملکه 250 تا 280 میلی گرم خواهد بود یه ملکه میتونه تا 8 سال زنده بمونه اما واقعیت اینه که تنها یکی دو سال اول کار آمده و پس از اون باید با ملکه دیگه جایگزین بشه زنبور ملکه در ماه جوان میتونه در عرض 24 ساعت حتی تا 3000 تخم بذاره در این دوره بسیار پرتنش ملکه با دقت توسط زنبورهایی که در خدمت اون هستن تغذیه میشه در زمستان برخی کندو به دلیل کمبود غذا از بین میرن با این حال ملکه آخرین عضوی از کندویی که میمیره و توسط زنبورهای کارگری که در خدمت اون هستن تا آخرین قدرهای اصل موجود تغذیه میشه موضوع بعدی میخوایم درباره پرواز زنبور ملکه با هدف جفتگیری صحبت کنیم ملکه تنها یک پرواز جفتگیری انجام میده یه ملکه به منظور جلوگیری از جفتگیری درون نژاد خودش مسافت قابل توجهی را از کندوی خودش دور میشه تا در یک مکان اجتماع زنبورهای نر که هزاران زنبور نر منتظر هستند جفتگیری انجام بده ابتدا به دور کندو میچرخه تا خودش رو با جهت اون تنظیم کنه سپس بدون مراقبت ملازمان کندو رو معمولا در بعد از ظهر به مدت 15 دقیقه ترک میکنه تا در حالت پرواز در ارتفاع بالاتر از 6 متر با زنبورهای نر جفتگیری گیری کنه زنبورهای نر میتونن از طریق رایه شیمیایی ملکه یه ملکه رو پیدا و شناسایی کنن اما میتونن از روی ظاهر هم ملکه رو تشخیص بدن ملکه تو هر پرواز به هدف جفتگیری معمولا با دوازده زنبور نر جفتگیری میکنه گرچه گاهی اوقات تعداد زنبورهای نر به چهل عدد هم میرسه و اسپرم نر رو درون کیسه اسپرم خودشون ذخیره میکنن و موضوعی که وجود داره اینه که زنبورهای نر کمی بعد از جفتگیری میمیرند اما ملکه زنبور اصل چه خصوصیات ویژه‌ای داره ملکه دو تا وظیفه اصلی داره یک به دلیل اینکه اون تنها زنبور ماده دارای رشد جنسی در اون وظیفه اولیه اون تولید اون مثل اونم مثل تخمهای بارور و هم تخمهای غیر بارور تولید میکنه و از تخمهای بارور زنبورهای کارگر ماده و از تخمهای غیر بارور زنبورهای نر به دنیا میان ملکه ها بیشترین تعداد ها رو در بهار و اوایل تابستان میذارن و در زمان اوج تخم گذاری تعداد دو هزار تخم در روز هم تولید میکنن اونها به تدریج میزان تخم گذاری رو در اواسط پاییز کاهش میدن و تا اوایل بهار که افزایش دسترسی به گرده و شهد گل نشانه ای برای افزایش تولید تخمه کمتر تخم گذاری میکنند یا هیچ تخمی تولید نمیکنند یه ملکه ممکنه تا 250 هزار تخم در سال و احتمالاً بیش از یک میلیون تخم در طول زندگی خودش بذاره دومین وظیفه اصلی ملکه تولید فرومونه که به عنوان جذبه اجتماع عمل میکنه که باعث متحد شدن زنبورها و کمک به اعطای هویت منحصر به فرد به کلونی میشه مهمترین فرومون به وسیله قده های آرواره پایین اون تولید میشن این جوهر ملکه در زمان تیمار ملکه توسط زنبورهای کارگر از ملکه به این زنبورها و سپس از این زنبورها به زنبورهای کارگر دیگه منتقل میشه اعضای کلونی در نتیجه این بوی فرومون منحصر به فرد همدیگر رو تشخیص میدن و تایید میکنن یه سوال وجود داره اینکه آیا ملکه از کندو خارج میشه یا نه نمیدونم نظر شما چیه اما واقعیت اینه که ملکه تنها در سه حالت از کندو خارج میشه اول زمانی که نیاز به جفتگیری داره که قبلا دربارهش کامل توضیح دادیم مورد بعدی زمانی که بخواد خانواده جدیدی تشکیل بده و به صورت یک دسته زنبور و همراه برخی زنبورهای کارگر و زنبورهای نر از کندو خارج بشه و سومین مورد زمانی که کندو شدیدا تحت حجوم انگل های مختلف باشه تحت حجوم باکتری ها ویروس ها و موارد این چنین قرار بگیره و بوی حاصل از اونها برای بقای زنبورهای درون کندو نامناسب باشه خیلی گفته میشه ملکه حاکم کندو هاست آیا واقعا ملکه حاکم کندو هاست؟ خیر حاکمان واقعی کندو زنبور های کارگرند اگرچه به نظر میرسه که ملکه کندو رو کنترل میکنه اما در واقع زنبورهای کارگر وظایف روزمره و عملکرد کلونی رو با هم کنترل میکنن و در نهایت درباره سرنوشت ملکه تصمیم میگیرن اگه تصور کنند که ملکه به هر نحوی ناکار آمده در جایگزینی اون درنگ نمی کنند و چه از طریق گرسنگی دادن به اون یا حمله به ملکه در زمان اطمینان از وجود یک جایگزین مناسب اون رو از بین میبرن پس ملکه واقعا حاکم کندون نیست و اگر بخوایم بگیم عملکرد کلونی و حاکمیت دست یه گروه خاصی باشه شاید بشه گفت زنبورهای کارگر این وظیفه رو دارن اما زنبور ملکه چه زمانی جابجا میشه گاهی اوقات زنبورهای کارگر تشخیص میدن که کلونی اونها چه زمانی به یک ملکه جدید نیاز داره این اتفاق در مواقع زیر میفته اولین محدودیت فضاست به دلیل اینکه یه ملکه هر روز تخمای زیادی میذاره فضای درون کندو ممکنه محدود بشه در این حالت ازدهام رخ میده و ملکه بالغ به همراه نیمی از زنبورهای کارگر خود کلونی رو ترک میکنه تا کلونی جدیدی تشکیل بده تیم دیگه زنبورهای کارگر با ملکه جدیدی میمونن و انجام وظایف خودشون رو درون کلونی قدیمی ادامه میدن اما مورد بعدی عملکرد ضعیف مرتبط با سنه با افزایش سن توانایی ملکه برای تخم گذاری کاهش پیدا میکنه و تخم کمتری رو با الگو های کمتر سازماندهی شده میذاره زمانی که یه ملکه پیر در انجام مسئولیت ها دوچار مشکل و تزلزل بشه زنبور کارگر اونو وادار به جایگزینی گذینی میکنن و یا اونو از دور خارج میکنن و ملکه پیر پس از جایگزینی کشته میشه دقت کنید زنبور های کارگر اون رو وادار به جایگزینی میکنن یعنی اینطور نیست که خودش بخواد از دور خارج بشه و آخرین مورد مرگ غیر ملکه زمانی که یه زنبور ملکه به طور ناگهانی میمیره یه جانشین استراری و برنامه ریزی نشده رخ میده زنبور های اصل کارگر چندین لار رو در درون یه محدوده سنتی مناسب شناسایی میکنن و این لارف ها رو برای تبدیل به ملکه آماده میکنن به این که این لارفا رو تنها به وسیله ژل رویال تغذیه میکنند و چند ملکه جدید به دنیا میاد و قویترین ترین اونها به عنوان ملکه جدید کلونی انتخاب میشه و کارش رو به عنوان ملکه جدید شروع میکنه شما چه اطلاعات دیگه درباره ملکه زنبور اصل دارین؟ قطعا درباره یه ملکه زنبور اصل میشه ساعتها بحث کرد ولی ما هدفمون این بود که به طور خلاصه اطلاعات کلی و لازم رو درباره این زنبور به شما بدیم لطفا اگر اطلاعات دیگه ای دارید در قسمت نظرات با ما و دیگر دوستان به اشتراک بذارید همچنین اگر این ویدیو برای شما مفید بوده لطفا اون رو از طریق شبکه اجتماعی از طریق وبلاگ و سایت های مختلف به اشتراک بذارید بسیار ممنون خدا نگهدار.